فصل پنجم. ویران باد این کاخ که با خون و ستم بنا شده است، ویران باد این شهر و دیار که خاک مرگ بر آن پاشیده است. چه پیش آمده دیوسار؟ همینک می روم ببینم سرورم. سرورم، سرورم، پیرزنی بر در کاخ است. پیرزنی؟ این فریاد اوست؟ آری سرورم، چنان فریادهایی می کشد که خشت خشت کاخ به لرزه افتاده است. من خود می روم ببینم کیست و چه می خواهد. ببینم سرباز، پیش از این او را دیده ای؟ نه سرورم، روستایی است و توحیده است، از جامعش پیداست. ظاهرن تنگ دستی است که به کاخ ما روی آورده است. چند سکه در دستش بگذارید و روانش کنید. او به امید مهربانی ما به در این کاخ آمده است. سرورم، آن بگو. آیا باید در پیش همگان بگویم؟ آری بگو. او همسر همان شورشی است که میخواستیم در میدان بردارش بکشیم، نستو. همینک دستگیرش کنید و کنار شوهر شورشیاش در زندان بیندازید. او را هم در کنار شوهر نابکارش دار خواهیم زد. ها؟ چرا این گونه به من نگاه میکنید بزرگان شهر؟ آیا به این تصمیم من انتقادی دارید؟ نه سرورم، تصمیمی بس خردمندانه و عادلانه است. اگر همسر آن شورشی است، پس مادر آن جوانی است که میخواست پدرش را از پای چوبه دار فراری دهد. آری سرورم، مادر آن جوان است که البرز نام دارد و خواهر آن مرد دیگر خواهد بود، کوکن. آری چه خانواده ای؟ میبینید بزرگان؟ همه شورشی. من باید خود از نزدیک این پیرزن را ببینم. مردم از همه جای شهر به بانگ و فریاد او گرد آمدند. قوغای شگفتیست. سرورم در کاخ بمانند بهتر است. باید او را ببینم. همه نگهبانان آماده. سرور ما از کاخ بیرون میرود. ما نیز با همراه سرور ما میاییم. برویم بزرگان، برویم. چه ستمیست؟ آیا فریاد رسی در این سرزمین نیست؟ چه میخواهی پیرزن؟ فریادت همچون قارقار کلاغ شوم و آزاردهنده است. چون لاشخورها بر همه این سرزمین بال گستردند، از مارهای کتفت پیداست که زحاکی، از جان ما چه میخواهی؟ دهان این پیرزن یاوگو را ببندی. دست نگهدار، ببینم چه میگوید دیوسار. تو پیرزن، گمان نکن به خاطر موی سپیدت از گناهت میگذرم. از 70 گذشته ای و هنوز نمیدانی با فرمان روایم چگونه سخن بگویی. تو نمیدانی با مردم چگونه سخن بگویی. من نه 70 ساله بلکه 40 سالم. موی من در 40 سالگی سفید شده است، زیرا به اندازه 70 سال و 700 سال بار ستم تو را بردوش کشیدم. به این مردمان که گردا گرده منن نگاه کن. آیا قبار هزاران سال اندوه را بر چهره آنها نمیبینی؟ خاموش باش پیرزن هرزگون. خاموش نخواهم شد، چون دیگر دلیلی برای خاموشی ندارم. سالها پیش به روستا پناه بردم که در خاموشی بیابان و صحرا دلیلی برای فریاد کشیدن نداشته باشم، که نبینم و نشنوم. اما اینه که آتش حتی به خانمان من در اون روستای پرت بیابان هم رسیده است، چرا خاموش باشم؟ بس است، بس است. حال از من چه میخواهی پیرزن؟ تو زهاک، شوهر، پسر و برادر مرا دستگیر کردی، یعنی همه هستی مرا، همه زندگی مرا. آزادشان کن. آن هر سه شورشی هن دشمن سرور ما، باید کشته شوند. همینک در کاخ من بزرگان شهر گرد آمده بودند تا بر عدالت من گواهی دهند. همینجا هستند و همه مردم شهر آنها را می شناسند. من برای این که به همگان نشان دهم تا چه اندازه مهربانم، میخواهم یکی از آن سه را ببخشم. تو خود میتوانی برگزینی، شوهرت، پسرت یا برادرت. خاموش، خاموش. تو
سخن سرور ما هنوز پایان نیافته است. فردا آن سه زندانی را به اینجا خواهند آورد در برابر کاخ من. امروز و امشب خوب بیندیش پیر زن 40 ساله و ببین کدام یک را بیشتر دوست داری. همان را از ما بخواه تا آزادش کنیم. هر سی آنها پارهای قلب من هست و دشمنان من. ای پیران و بزرگان شهر که در اینجا گرد آمدید، در همه تاریخ های کهن و داستان های پیشینیان، بزرگتر از مهربانی من در حق این زن داستانی خوانده یا شنیده اید؟ پاسخ دهید بزرگان شهر. نه هرگز نشنیده. رها که بزرگ. از همگی شما فردا بیایی تا انتخاب این زن را ببینید. نه. من به کاخ خود برمیگردم و همچون شما چشم به راه فردا میمانم. بدرود. سرورمون به کاخ برگشت. مردم از جلوی کاخ پراکنده شوند. زود شوهر پسر و برادر یکی را برگزینند. این دردناک‌ترین انتخاب است. ضحاک برای سرگرمی خود این زن را به انتخابی چنین دردناک وادار کرده. گفتم از اینجا دور شوید. زود تو چه هستی مرد؟ من شوهر خواهر این زنم. از او را ببر، نگذار اینجا روی زمین بنشیند. برویم افراد خانه در این ماره گفته بود. نه نمیتوانم از اینجا برم. فردا آنها را به اینجا میام. باید به خانه برویم. بیا. نمیتوانم چگونه از پسرم و برادرم دل بکنم برای نجات نستو. چگونه نستو را به چنگ جلادان بسپارم برای نجات البرز. برادرم را چه کنم؟ آه خدایا این چه دردی است. ضحاک میخواهد تو را به همین رنج و درد بیاندازد. نگذار درگیر بازی اهریمنی او شوی افرا. هیچ کس جای من نیست تا درد مرا بداند. افرا خواهرم، من جای تو نیستم، اما چگونه میتوانم خواهرم را در این اندوه و درد ببینم؟ تو در آن سالهای دور که مادر ما مرد مرا به جای مادر بودی. همه ی عمر دوست داشتم در کنار تو باشم. اندک آرام باش تا چاره بیاندیشیم. چاره ای نیست، چاره ای نیست جز اون که فردا با خنجر برهنه خود را به ضحاک برسانم و سینه‌اش را بشکافم. آری باید هم خودم را از این درد نجات دهم، هم عزیزانم را آزاد کنم. نگهبانان ضحاک نمیگذارند به او نزدیک شوی. هم خودت را به کشتن خواهی داد، هم البرز و نستوه و کوکن را. آفرین راست میگوید. تو سخنی بگو آبتین، چاره چیست؟ سخن من همان است که پیش از این گفتم. مرمویل که مردانی را وارد شهر کنیم و به کاخ ضحاک حمله کنیم. نشدنیست آبتین. تو همیشه پشتیبان من بودی فرانک. نمیخواهم خود را بیهوده به کشتن دهی. 1000 مرد و 100 مرد را نمیتوان بیان که کسی ببینند به شهر آوردم. امایی در کار نیست. 10 مرد را هم نمیتوان از دروازه گذارند. تک تک آنها را به پرسش و پاسخ میگیرند و تا تبار و تبیره او را نشناسند نمیگذارند وارد شوند. از راه پنهان میتوان اگر دست بالا بیستن باشند. نمیتوان. میخواهی آنها را کجا پنهان کنی؟ شاید پیشنهادم از سر بیخردی باشد، اما گمانم بتوان در آشپزخانه پنهانشان کرد. از همان آشپزخانه هم میتوانن وارد شهر شوند. این کار شدنیست. من تا پیش از شب 20 مرد را به آشپزخانه میآورم. اگر آنها را به آشپزخانه کاخ میبری چرا به خود ضحاک حمله نکنند؟ در خوابگاهش راهی به آنجا نیست. آشپزخانه از ساختمان کاخ جداست. نگهبانهای بسیاری هم دارد. 1000 گونه چاه و طلا هم تعبیه کردند. 1000 مرد هم نمیتواند بگذرد. دشوارتر از تلسم است. من فردا خنجری در آستین پنهان خواهم کرد. ما در پی تدبیری هستیم که تو دست به خنجر نبری افرام. آفرین، او به ناچار دست به خنجر خواهد برد. فردا باید دستهای یک تن را باز کنی. اما دستهای کدام یک را؟ دستهای البرز را باز کن. دوست داری نخست البرز آزاد شود؟ آفرین. خواستم بگویم. بگذارید من بگویم.
امروز که نزد زندانیان رفته بودم، البرز نخست حال آفرین را پرسید. رازی در میان این دو جوان هست؟ به گمانم چنین باشد. آشپزی عروسیشان با من. بگذار در آغوشت بگیرم دختر. تو زیباترین عروس جهان خواهی شد مادر. همیشه آرزو داشتم دختری داشته باشم که به من بگوید مادر. اکنون از زمان عروسم میشنم. اکنون باید در تدبیر آزاد کردن زندانی ها باشیم. زنها در میان میدان جنگ هم در اندیشه عروسی و جشنند. بهتر از مردانند که در میانه جشن هم در اندیشه جنگند. من میروم. شب که از نیمه گذشت با مردانم از راه پنهان وارد آشپزخانه میشویم. من در آشپزخانه منتظر شما خواهم بود. تو افراد باید دستهای هر سه زندانی را باز کنی. برای دل آفرین هم که شده از دست های البرز آغاز کن. باش. بیگمان نسو و کوکن هم به انتخاب تو راضی خواهند بود. من چه کنم؟ من و تو باید اسبهای برای فرار مردان آماده کنی. کسی فرار نخواهد کرد. چه میگویی آبتین؟ برای فرار باید 30 اسب داشته باشیم. آنها را کجا میتوان پنهان کرد؟ نه، باید به جایی برویم که هیچ کس گمان نمیبرد. برخواهیم گشت به آشپزخانه کاخ. چگونه آن همه مردم را در آشپزخانه جا دهم؟ آبتین درست میگوید فرانک. چگونه میخواییم همه از شهر فرار کنیم؟ آن همه اسب را هم نمیتوان به درون شهر آورد. در آشپزخانه پنهان میشویم و شب دوباره از همون راه از شهر بیرون میرویم. خود را آماده کنید. من برای فراخواندن مردان میروم. تو میتوانی همراه دیگران فرار کنی افرا؟ من و او با هم خواهیم بود. مادرم رو تنها نمیگذارم. اگر البرز میدانست در شهر چنین زنی خواهد یافت، زودتر از اینها میآمد. من هم رفتم به درود. خاموش! همگی خاموش! خاموش! سرور ما زهاک از این همه هیاهو آزرده می شوند. خاموش باشید! خاموش! اینک این زن باید انتخاب کند که ریسمان از دستهای کدام زندانی ببرد. های نگهبان! خنجری به او بده! باشد! بگیر زن! این خنجر! هستیز هست، دست های خودت را نبارید. شوخیه بامزه ای بود. سرور ما خندیدن، همه بخندیدن. کار خود را آغاز کن زن. من افرا هستم، مادر البرز، همسر نستو و خواهر کوکن. از این سپاره قلب خود کدام را برگزینم؟ نستو. از من بگذر افرا. من زندگی خود را کردم. دوستان بسیاری داشتم که یکایک در برابر چشمانم کشته شدند. دیگر آرزوی زیستن ندارم. به کوه کن و البرز بیندیش. برادرم کوه کن. از من بگذر خواهرم. هیچگاه برای تو برادر خوبی نبودم. نه همسری دارم که دل به او بسته باشم، نه فرزندی که پای بندم کند به دنیا. به نستوه و البرز بیندیش. نه مادر، به سوی من نیا. من بودم که تو را به این رنج افکندم. نافرمانی کردم و در پی سراب آرزو به شهر آمدم. همه ای عمر جز آزار برایت نداشتم. به پدر بیندیش و برادرت. چه سیباست، به
به هیجان آمدم. این زن بین انتخاب یکی از آن سه تن سرگردان است و آن سه هر یک او را به سوی دیگری میراند. دوست دارم ببینم پایانش چه میشود. نستو همسر من، دوست دارم تو را برگزینم، زیرا حتی آنگاه که نبودی شیفته و دلبسته تو باقی ماندم. اما تو بیش از سه ماه شوی من نبودی، آمدی و آنگاه حتی پیش از به دنیا آمدن فرزندت مرا رها کردی. پس از تو دل بر میکنم. از همسرش گذر. دیدید او را انتخاب نکرد. میبینید بزرگان، میبینید زنها چه بی‌وفایند. کوهکن برادرم، شاید بهتر باشد تو را برگزینم. همیشه میتوان دوباره شوهر کرد و دوباره صاحب فرزند شد، اما هرگز نمیتوان دوباره صاحب برادر شد. آری، اما من مادرم و همگان میدانند که مادران بیش از هر چیز در دنیا دلبسته فرزندان خویشند. پس تو را هم انتخاب نمی کنم. از برادرش هم گذر. باور نمی کردم این زن این همه سنگ دل باشد. پسرم ای بیره البرز، تو را نباید انتخاب کنم، چون سرانجام مرا تنها خواهی گذاشت، زنی خواهی گرفت و به راه خود خواهی رفت. آن کس که برای من میماند شوی است و برادر، اما چه کنم که مادرم. پسرم، من ریسمان از دستهای تو باز میکنم. نیک بیاندیش که پشیمان نشوی مادرم. تو نمیدانی من با چه کسی ازدواج خواهم کرد. شاید زنی باشد که مرا از تو دور کند و بین ما جدایی بیاندازد. همسر تو کسی است که تو را به من باز پس داد. من خود دست تو را در دست های او خواهم گذاشت تا به هر کجا که خواستید بروید. پرندگان باید از لانه پدر و مادر دور شوند و برای خیش آشیانه بسازند. شادمان باشی و خوشبخت پسرم. البرز، تا زنده ای زندگی کن پسر خواهرم. چه صحنه زیبایی است بزرگان. میبینید؟ میبینید چقدر من مهربانم؟ آری سرورم، بسیار مهربانی. دستو بگیر، دستو باز کردم. این زن چه میکنم؟ چرا دست شوهر و برادرش را هم باز میکنم؟ جلوی او را بگیرید، نگهبانها! جلوی او را بگیرید! سرباز بیایید! حمله کنید مردان مرد! نگذارید یک سر از لشکر زهاد زنده بماند. این مقدر کی هستند؟ از کجا آمدند؟ مرا به کاخ برگردانید. سرورمان را به کاخ برگردانید. نگذارید زندانی ها را فراری دهند. مادرت را از معرکه بیرون ببر. البرز، به من شمشیری برسانید. این شمشیر را بگیر، باید به سوی کوچه ها فرار کنید. راستی مرد نقابدار، نامت را بگو که بدانم از چه سپاس گذاری کنم. مرا خواهی شنم. اکنون هنگام جنگ است. جنگ من بیا دیفتار، در آن ایوان نمان. آیین بیا و بجنگ. آی بردار، از این سو به سوی کوچه ها فرار کنید. روز مرگت فرا رسیده است دستو. سرنوشت این است که به دست من کشته شوی. انتقام کشتارا از تو می ستانم. دچیم پنی باید برویم نستو. هیچ کس جایی نخواهد رفت. نستو را اینجا می کشم و شما دزدان خیره سر در جلو دروازه کشته می شوید. راه فراری نیست. هیچ از آن که کشته شوی از خودت دفاع کن. این ضرب شمشیر من است. بگی و این شمشیر من. فرمانده دیفتار زخم کن. کمک کنی. این زخم برا
دوستم سوفار بود که به زخم تیر کشتی. این زخم را هم برای مردمی میزنم که به زندان انداختی و کشتی. بگیر ناجوانمرد. فرمانده کشتو شو، فرمانده کشتو شو، دیر بارانش کنه. برویم. مادرت کجاست؟ کجاست؟ زنها اونا بردن، باید به سوی آن کوچه برویم. زود برویم مردان من، برویم. هنگام بازگشتن ماست و رفتن ما. چه روزهایی بر ما گذشت، انگار سالی بود. اما از همه آن سالهایی که گذشت بهتر بود. من خواهرم را پیدا کردم. من تو را پیدا کردم فرانه. نمیدانستم سرنوشت چه داستان شگفتی برای من رقم زده. یادت هست نمیگذاشتی من به شهر بیایم مادر؟ اگر من در پی تو نیامده بودم که سرت اکنون بالای دار بود پسر. از دار و مرگ نگویید مادر. عروس زیبای من، میبینی چه نگران توست البرز؟ البرز آمد و آفرین ما رو با خود برد. میدانم که نمیتوانید با ما بیایید، اگر نخواهش میکردم همراه ما باشه. اگر ما هم بیاییم چه کسی به ارمایل برای نجات جوانها کمک کند؟ رفتن ما به معنای دست کشیدن از مبارزه نیست آبتین. از این پس من هم با شما هستم. من هم؟ تو اهل میدان جنگ نیستی دایی عزیزم. مرا ندیدی در میدان جنگ؟ دیدم وقتی که مادرم را کمک کردی که بگریزد. این هم مبارزه است خواهرزاده من. اما دیگر بر نگشتی. من نگذاشتم برگردد. کمکش کن، کمکش کن از پاسخ دادن بگریزد مادر. خواهر و برادر پشتم رو خالی نمی کنن. نباید در اینجا بمانی. از فراز دیوارهای شهر این بیشه پیداست. ما هم باید به خانه برگردیم. دیشب چند جوان رو به شهر آوردن. آنها را در شهرهای دور دستگیر کردن. باید در اندیشه نجات آنها باشیم. از تو سپاسگزارم آبتی. نمیدانستم خواهرم با مردی چنین دلیر و با تدبیر ازدواج کرده است. امیدوارم فرزندتان همان شود که آرزویش را داری. همان خواهد شد افرا. از کجا میدانی؟ راز من را بگویم آبتی. خواهرت بیش از همه شایسته است آن را بداند. چه رازی؟ میدانید که ضحاک دیرگاهی است کابوس‌های هراسناک می‌بیند. همه می دانند. خبر کابوس های او حتی به ما هم در کوهستان رسیده بود. ما هم شنیده ایم. گمان می کنم چند ماه از کابوس های او آغاز شده. درست 4 ماه و 10 روز پیش. از کجا روز و ماه آن را می دانی؟ شاید ارمایل به او گفته است. او از همه اسرار کاخ ضحاک خبر دارد. روزی که ارمایل آمد آن راز را بگوید آبتین در کنار من بود. ارمایل گفت که دیشب ضحاک کابوسی هراسناک دیده است. نیمه شب از خواب پریده است و در حالی که فریادهای جنون‌آمیز می‌کشیده خوابگزاران را نزد خود فراخوانده. او در کابوس خود دیده بود که 3 جوان دلیر و گرانمایه از کوه فرود می‌آیند. آنگاه پیش از آن که او بقیه خواب را بگوید من برای ارمایل باقی آن را گفتم. گفتم که یکی از آن 3 جوان که در میان آن دو دیگر بود جوان‌تر بود و گرزی گاف سر در دست داشت. آنها چون رودی خروشان از کوه فرود آمدند و به کاخ ضحاک در آمدند. هرچه بر سر راهشان بود زدند و فرو کوفتند و به سراغ ضحاک رفتند. آنگاه دست و پای او را با کمند بستند و کشان کشان به کوه بردند و در آنجا در دهانه آتش فشانی گدازان به ریسمان فرو آویختند. هرگز درباره این حادثه به من نگفته بودی فرانک. تو چگونه میدانستی ضحاک چه خوابی دیده است؟ من در حقیقت خوابی که خود دیده بودم را برای ارمایل بازگو کردم. خوابی که خود دیده بودی؟ اما این خواب ضحاک است. در همان شب من هم آن خواب را دیده بودم و آن شب همان شبی بود که دریافتم باردارم.
این داستان شگفتی است فرانک. باید برویم. برویم، اما دوست دارم فرانک دست این دور را در دست هم بگذارم. صبحگاهی خوش است برای زندگی کردن، برای با هم زندگی کردن. باز را کی خواهم دید خواهرم؟ 5 ماه دیگر، هنگام زدن فریدون به کمک ما نیاز خواهی داشت. ما؟ افرا و من. بدرود آفتین. بدرود، بروید. بدرود. 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 رفتند اما باز میگردند، همچون این صبح که پس از رفتن شب بازگشت هستند.